سلام چهارشنبه 18 مرداد 96 2 آگوست 2017 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه رضا شهابی عضو مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد دیروز به دادستانی به زندان رجای شهر رفت برای اینکه دادستانی فشار آورده بود که سه ماه حبس بدهکار مرخصی های استعلاجی موافقت نبوده و وسیقه که داره ضبط خواهد کرد و ولی نامه آزادی او روی پرونده موجود بود بنابراین مرخص شد ولی امروز چهارشنبه که برای گرفتن وسایل اجتزا شهابی مراجعه کرده دوباره بازداشت شده و به قرنطینه منتقل شد فشار روی رضا شهابی برای برگرداندن این فعال و از رهبران جنبش کارگری ایران اعتراض را در سطح بین المللی و اتحادیه های جهانی کارگری برانگیخت. سه هزار نفر نامه رو امضا کردند در اعتراض به فشار روی قضات برای محکوم کردن آقای محمد علی تاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران که با پرونده جدیدی دوباره راهی دادگاه شده اعدام قریب الوقوع علی رزا تاجیکی که در پانزده سالگی و نوجوانی مرتکب قتل و تجاوز شده و الان بیست و یک سالش هست قرار است فردا صورت بگیره این اعدام موجی از اعتراض از سوی سازمان عفو بین و دهها و ده ها سازمان حقوق بشری برانگیخته که دوباره بحث اعدام نوجوانان در ایران مطرح شد آقای مهندس توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بیانیه منتشر کرده در اون از وخامت حال آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران صحبت کرده که سرطان پانکراس او دیگه به شیمی درمانی جواب نمیده و با وجودی که چون فرزندان او نمیتونن به ایران برند ناچار شده به ازمیر ترکیه بره و از مردم خواسته که برای سلامتی دکتر یزدی دعا کنند برای اینکه پزشکان در واقع دیگه قطع امید کردن در کرمانشاه گورستان مسیحیان این شهر که خدمت تاریخی داره درش در فولادی بزرگ گذاشتند دیوار کشیدند پلوم کردند و مشغول تخریب گورهای تاریخی هستند برای اینکه شهرداری ظاهرا کاربری این زمین رو عوض کرده به دنبال بهایی ها که همه جا گورستان هاشون رو حکومت ویران کرده و میکنه این گورستان مسیحیان هم و در واقع تصرف عدوانی عراضی مربوط به اونها برگ جدیدیه در مقابله با اقلیت‌های دینی در ایران موضوع دوم این که تلویزیون تاجیکستان دیشب به اعترافاتی رو پخش کرد از چند نفر که در اون با شرح و تفصیل جزئیات نشون میدادند که چگونه از عضویت حزب نهزت اسلامی تاجیکستان به ایران رفتن در قم، گرگان و مقرهای سپاه آموزش آدم کشی و بومگزاری و غیره دیدند و در ترورهای سال نود در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی در تاجیکستان دخالت داشتند و ابراز انزجار کردند از جمهوری اسلامی سفارت جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده ولی بودن رهبر نهزت اسلامی در ایران و عکسش با آقای خامنه این موضوع است که به حال جای انکار نداره محسن حججی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط داعش در سوریه در اسیر و اعدام شده داعش این موضوع رو با سر و صدا به سبک خودش اعلام کرده خبرگزاری فارس خبر داده از اینکه امریکا به هشت و شعبی گروه شیعه مورد حمایت ایران در خاک سوریه حمله کرده و دست کم چهل نفر از اعضای هشت و شعبی رو کشته موضوعی که امریکایی ها تکذیب کردن و داعش هم مدعی شده که اونها افراد هشت و شعبی رو کشتند خانم فائزه هاشمی در صحبت شدید و لحنی به آقای روحانی حمله کرده بابت اینکه از آقای هاشمی رفسنجانی یاد نکرده و گفته این نشان دهنده ضعف شخصیت در خوزستان عمدتا کمپینی به راه افتاده علیه آقای حبیب بیطرف وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو به دلیل اینکه در دوره وزارت و در زمان آقای خاتمی هم فجایعی مثل صد گتوند اتفاق افتاده که آب کارون رو شور داره میکنه و هم دست سپاهی ها رو در پروژه وزارت نیرو باز کرده و همین که انتقال آب از سرمنشه های کارون به فلات مرکزی ایران در دوره آقای بیطرف آغاز شده و شروع شده موضوع سوم اینکه قطر روادید برای اتباع هشتاد کشور رو لغو کرده و جالبه که سری از آثار ایران یا افغانستان در بین این کشورها نیست امارات و بحرین هم آسمانشون رو رو به قطر باز کردند ترکیه ساخت دیوار در مرز ایران رو به طول 450 کیلومتر آغاز کرد مرز 500 کیلومتری با ایران داره قبلا در مرزش با سوریه هم که 910 کیلومتر هست 650 کیلومتر دیوار ساخته بهانه ترکیه برای این دیوار کشی های مرزی وجود PKK و عبورش از مرزهای ایران و سوریه و بعد دوباره وارد ترکیه شدن و کار تروریستی کردن اما مسئله کره شمالی و تهدیدی که کرده امریکا رو که به پایگاه نظامی امریکا در گوام در اقیانوس آرام حمله خواهد کرد به صدر اخبار دنیا اومد آقای ترامپ هم دیروز در یک حمله شدید و لحن لفظی عنوان کرد که اگر کره شمالی تهدید رو ادامه بده با آتش و خشم بی‌نظیری روبرو خواهد شد که دنیا به خودش ندید چین سعی میکنه وساتت کنه و کره شمالی رو به خیشتنداری دعوت کرده اف بی آی امریکا افشا شد که با حکم دادگاه 24 جولای با حضور آقای مولر که مسئول پرونده رسیدگی رسیدگی به پرونده ارتباط کمپین آقای ترامپ با روس ها هستش به منزل پلبنافورت رئیس کمپین آقای ترامپ تا آگست سال گذشته رفتند که معروفه که با روزها روابط اقتصادی هم داشته و اونجا رو تفتیش کردن و بسیاری مدارک رو با خودشون بردن اما موضوع آخر این که خانم آزاده نامداری مجری تلویزیون که عکس بیهجاب و شرب مشروبات الکلی او در سوئیس موضوع دستمایه بسیاری از مطالب شبکه های اجتماعی و تلگرامی و جوک و شوخی ها شد چون ایشون کسیست که عکس های با هجاب و تبلیغ هجابش در تلویزیون و مطبوعات و مصاحبه‌هاش هاش زبان زد بوده قبلا شایع شده و مطرح شده از سوی پاره روزنامه ها و رسانه ها که بعد از برگشتن از سوئیس در همون فرودگاه امام خمینی بازداشت شده از سوی سپاه و سری از آثار او نیست اگرچه رئیس سازمان زندان ها گفته پیش ما نیست ولی خودش هم بلا فاسد و گفته که نبودن در زندان به معنی دستگیر نشدن نیستش که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران